بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره و سببا للمزيد من فضله و دلیلا على آلائه و عظمته، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليك باليأس أما في أيدي الناس فإنه الغنى وإياك والتمع فإنه الفقر الحاضر وصل صلاة مبدئ وإياك وما تعتذر منه وأحبب لأخيك ما تحب لنفسك. امشب یک حدیث اخلاقی رو بخوانیم، خوبه که یک شبم راجع به مسائل اخلاقی صحبت شده باشه. این حدیث رو ابو ایوب انصاری از پیغمبر خدا نقل میکنه. راجع به ابو ایوب، ترجمه ابو ایوب، یکی دو تا نکته من عرض کنم خوبه. این ابو ایوب آقا مشهور به کنیه است، ابو ایوب. اسمش خالده، خالد ابن زید انصاری است، از انصار. این چه ارتباطی با پیغمبر داشته و موضعش چه موضعی بوده نسبت به اهل بیت؟ این دوتا نکته رو عرض بکنیم بعد به حدیث میپردازیم. پیغمبر خدا وقتی وارد مدینه شدند، از مکه هجرت کردن، یه مدتی در قبا توقف کردن. قبا یه دهکده‌ای بوده، الان وصل شده به مدینه. مسجد رو اونجا بنا کردن. برخی گفتن این آیه شریفه لمسجدون اسس علی التقوا من اول یوم، این مربوط به همین مسجد قباست. این مسجد قبا زودتر از مسجد مدینه ساخته شد. علت توقفشون در قبا این بود، توقف کردن که امیرالمومنین سلام الله علیه ضعفا رو و زنها رو برداره از مکه بیاد مدینه. فواطم رو، چند تا فاطمه، یکی فاطمه بنت اسد بود، یک فاطمه بنت زبیره، نه زبیر ابن عوام، نه نه نه، این زبیر ابن عبدالمطلب عموی پیغمبر و عموی امیرالمومنین، قبل از اسلام از دنیا رفته زبیر. اون زبیر تو جریان جمل کشته شده، اون پسر عمه پیغمبره، این زبیر عموی پیغمبره. حالا همینجا یه نکته هم عرض بکنیم. حضرت زهرا سلام الله علیها سال هفتم هجرت یک حوائط سبعی داشتن، یعنی هفت مزرعه بوده تو مدینه. اینا غیر از فدکه، اوالی برقه است، مشربه ام ابراهیمه، اینا املاکیست که املاک تلق رسول خدا بوده. پیغمبر کجا اینا رو آورده بوده؟ یا آقای یهودی روز شنبه، روز جنگ احد، به نام مخیریق، این آمد یهودی ها رو خواست، یهودی مدینه رو گفت میدونید این شخص پیغمبر خداست، هم خوندید تو کتاب ها هم معلومه، بیاید بگروید به ایشون. قبول نکردن. خودش آمد روز شنبه گروید به پیغمبر، و جنگ احد هم بود و اجازه گرفت از پیغمبر خدا، تمام اموالش به پیغمبر بخشید. یهودی بود، ثروتمند بود، رفت جبهه، جبهه احد کشته شد.
لذا از سباق، سباق یعنی کسانی که سبقت گرفتن، الال اسلام من الیهود مخیریق هست. این آدم واقعا با سعادتی بود. این اموال اولیه، همین شارع اولی که الان تو مدینه هست، اینجا مزرعه‌ای بوده مال ایشون بوده. اینا رو بخشید به پیغمبر. پیغمبر خدا هم اینا رو سال هفتم هجرت یا زودتر از هفتم همه رو بخشید به حضرت زهرا. حضرت زهرا سلام الله علیها اینا رو همه رو واگذار کرد به امیرالمؤمنین که صدقه باشه، صدقات حضرت زهرا باشه. اینا رو عرض میکنم برای این جهت. یکی از کسانی که شاهد گرفت برای این امر عبدالله ابن زبیره. خب این عبدالله ابن زبیر پسر زبیر اگه باشه، اون موقع ایشون 6 سالش بوده، 5 سالش بوده. بچه 5 ساله رو که نمیان شاهد بگیرن. این عبدالله ابن زبیر ابن عبدالمطلبه، نه عبدالله ابن زبیر ابن عوام. عبدالله زبیر که تو جنگ جمل برابر امیرالمومنین، این عبدالله ابن زبیر ابن عبدالمطلب. برابر این، این زبیر یه دختری داشته بنام فاطمه. ظاهرا ایشون فاطمه زهرا سلام الله علیها، فاطمه بنت اسد، و زعفا رو، اینا رو امیرالمومنین سوار کردن بعد از هجرت پیامبر، آمدن در قبا به رسول خدا متصل شدن، بعد پیغمبر خدا تشوردن مدینه. وقتی وارد شهر مدینه می شدن، قبائلی که تو مسیر پیغمبر بود، اینها می آمدن سر ناقه رسول خدا رو می گرفتن، آقا بیا تو محله ما. مثلا قبیله بنو سلیم می فرمود نه، ده اون ناقه انها مأموره، ناقه رو رها کنید، ناقه مأموره. یه قبیله دیگه مثلا قبیله بنو نجار، قبیله بنو نجار اقوام مادری عبدالمطلب هن. چون عبدالمطلب پسر هاشمه، هاشم غیر از ازدواجی که در مکه داشته می آمده برای تجارت می رفته غزه، تو قبیله بنو نجار یه زنی رو گرفته اینجا که مادر عبدالمطلبه. لذا این اقوام مادری جد رسول خدا هستن. این که عبدالله قبرش در مدینه است به خاطر همینه. عبدالله پدر رسول خدا آمد از مکه، آمد مدینه اقوام مادر پدرش رو ببینه. در مدینه از دنیا رفت و دفن شد. کجاست قبر عبدالله؟ من دیده بودم یه خانه‌ای بود اینجایی که باب السلام، اون دری که وارد میشن تو حرم رسول خدا بهش میگن باب السلام، نزدیک اینجا یه خانه‌ای بود بهش میگفتن دار نابغه، ایشون اینجا مدفون بود. الان افتاده تو اون فضای باز. مقصود بنی نجار آمدن مهار ناقه پیغمبر رو گرفتن. رسول خدا فرمود ده اون ناقه نا مأموره. تا این ناقه آمد همین جایی که مسجد رسول خداست، همینجا زانو زد بلند شد، دو مرتبه همینجا زانو زد. تا زانو زد ناقه روی زمین، ابو ایوب انصاری، نمیدونم آیون سابقا مدینه رو دیده بودن، بنده دیده بودم، اینجایی که الان باب بقی هست در این زاویه، به فاصله 10 متر در این زاویه باب بقی یه مکتبه‌ای بود، اینجا خانه ابو ایوب بوده، خانه به فاصله 10 متر تو این زاویه، این خانه ابو ایوب انصاری بود. بلا فاصله ابو ایوب اومد اساس رسول خدا رو برداشت برد منزل خودش. 6 ماه پیغمبر تو این خانه ابو ایوب بوده تا این مسجد ساخته شده و حجرات پیغمبر ساخته شده. بنابراین ابو ایوب میزبان رسول خداست. من تازگی ترجمه ایشون در اسطلقابه می دیدم. ایشون خودش می گوید که من، خب پیغمبر تازه وارد بوده و مهمان بوده، رسول خدا رو ما می گوید که در پایین قرار داده بودیم، خودمون طبقه دو طبقه بوده منزلش، با
بالا بودیم، آمدم به پیغمبر عرض کردم یا رسول الله ممکنه ما راه بریم سر و صدا بکنیم، شما اگه میشه منتقل بشید به بالا. منتقل شدن به بالا، بعد غذا درست میکردیم و می آوردیم خدمت پیغمبر که پیغمبر یه مقدار از این غذا بخورن و تتمه غذایشون رو تبرکن ما بخوریم. غذا رو می آوردیم بر می گردیم دست نخورده اصلا غذا. می گوید من به رسول خدا عرض کردم که یا رسول الله شما چطور این غذا میل نکردید؟ فرمودین غذا سیر داره، من از غذایی که سیر داشته باشه ایشون نمی خوردن برای اینکه دهانشون بو نکنه، نمیخورد. و میفرمودن اگه کسی هم سیر میخوره و پیاز میخوره مسجد نیاد، به خاطر که دیگران متعذی نشن. این ابو ایوبه و این ابو ایوب تا سال 52-53 هجری حیات داشته. قبرش در این انطاکیه ترکیه است، اینجا آمده بوده برای یه جهادی با رومی ها، اینجا از دنیا رفته و خبرم داده بودن که از دنیا میره، بهش گفته بودن، میدونست. و اینطور بود که قبرش مردم تبرک میجستن برای آمدن باران به قبر این پناه میبردن. این راجبه شناسنامه ابو ایوب انصاری. اما موضع ایشون چه موضعی بوده نسبت به امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه؟ آدم ولایی بود ابو ایوب. شاهدش این است که یک سالی امیرالمؤمنین سلام الله علیه، خب قبل از آنی که به خلافت برسن می آمدن حج می آمدن، در زمان خلافتشون حضرت حج نیامدن اصلا، دیگه حج نیامدن. ابن عباس امیرالحاج بوده، نشد دیگه، چون سال 36 آمدن جنگ جمل اتفاق افتاد دیگه موندن، بعدم آمدن کوفه و دیگه در کوفه بودن تو جنگ صفین اتفاق افتاد، بعدم نهروان دیگه نرفتن، امیرالحاج تش. ولیکن زمان قبلی ها می آمدن حج، و حج که می آمدن امیرالمومنین سلام الله علیه در مکه وارد می شدن خانه خواهرشون امهانی. این امهانی یه پسری داره به نام جعده، من عرض کنم جعده، جعده هم می خونن، و جعده اسم مشترک بین مرد و زنه در زبان عرب، مثل هند. هند هم اسم زن میگذاشتن هم اسم مرد میگذاشتن. این جعده غیر از اون همسر امام حسن، این مرده خیلی مورد علاقه امیرالمومنین بود. یکی دوتا نکته راجع به این جعده یا جعده عرض بکنم خوب شنیدنی. یه صلوات بفرستید. یکی این که امیرالمومنین سلام الله علیه گاهی که از کوفه خارج می شدن ایشونو می گذاشتن جای خودش نماز بخونه، این پسر خواهرشون ایشون. حتی شب 19 ماه که ضربت خوردن، چون حضرت این نگاه به آسمون می کردن، به حضرت عرض شد آقا امشب جوده رو بفرستید نماز بخونه، جوده پسر حبیره رو، پسر امهانی رو. فرمودن نه خودم میرم. گاهی این جوده پسر خواهر حضرت، حضرت خطبه که میخوندن گاهی میرفتن روی سنگی میستادن دستشون میرسن رو شانه این جوده خطبه ایراد میکردن. این خطبه که اگر شنیده باشید، الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه، این خطبه رو ظاهرا کان
صلوات الله و سلام واقفا على صخره واضعا يده على این شانه و ترقوه جعده و این خطبه رو ایراد کرده. اینم یه نکته راجع به جعده. یه نکته دیگه جالب راجع به جعده، این جعده فرزندانش اینا دیگه بعد از اون که امیرالمومنین آمدن کوفه، اومدن ساکن کوفه شدن اینا. یه وقتی یکی از این بنی امیه به ایشون گفت که تو چه افتخاری میکنی، چه افتخاری میکنی، حالا اگر علی ابن ابی طالب پدر تو بود یه حرفی، تو افتخار میکنی که علی ابن ابی طالب دایی منه، این چه افتخاریه میکنی؟ بعد یه تعبیر زشتی کرد که حالا من اونو عرض نمی کنم، عرض نمی کنم. جعد برگشت گفت بله من پدرم حبیره است، مادرم هم امهانیه، داییم امیرالمومنینه، درسته، اما اگر تو یک دایی مثل دایی من داشتی بابا تو فراموش میکردی. این مطلب تو تاریخ گفت اگر تو یک دایی مثل دایی من داشتی امیرالمومنین پدرتو فراموش میکرد. بله حالا یه صلواتی بفرستی. راجع به ابو ایوب دارم اینو عرض میکنم. امیرالمومنین سلام الله علیه یک سفری آمده بودن حج، وارد شده بودن به خانه خواهرشون امهانی، یه وقت در خانه کوبیده شد، در خانه امهانی کوبیده شد، ایشون آمد دم در، دید یه عده‌ای هستن اینها ناشناس، نمیشناخت امهانی اینها رو، یه جماعتی است. گفتن ها چیه؟ گفتن ما آمدیم مولایمون رو زیارت کنیم. کلمه مولا. برگشت به برادرشون امیرالمومنین عرض کردن که برادر یک گروهی آمدن اینجا، من اینا رو نمیشناسم، میگن ما آمدیم مولایمون رو زیارت کنیم. حالا در چه عصریه؟ عصری که اون حکام قاصب سر کار هستن، اونا سر کارن، اینا آمدن میگن آمدیم مولامون رو زیارت کنیم. حضرت فرمود اجازه بدید بیان داخل. آمدن داخل، در رأس اینها ابو ایوب بود. به ابو ایوب فرمودن که چرا از این عنوان استفاده کردی شما؟ و میگفتی علی ابن ابی طالب میخوایم ببینیم، چرا گفتی مولامون رو میخوایم زیارت کنیم؟ عرض کرد آقا جون من در قدیر خم بودم و از رسول خدا شنیدم که پیامبر در قدیر خم فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، لذا شما رو به این خطاب خطاب کردی. اینم جایگاه ابو ایوب از نظر اعتقاد به ولایت. حالا ایشون آمد خدمت رسول خدا، به رسول خدا عرض کرد که یا رسول الله اذنی و اوجز لعلی ان احفظ، یه موعظه کوتاهی بفرمایید من تو ذهنم بمانه، این موعظه کوتاه باشه، چون موعظه اگه طولانی باشه خب انسان یادش میره، اما اگه کوتاه باشه موجز باشه به اصطلاح این میمونه در ذهن. پیغمبر خدا 5 تا وصیت کرده به ابو ایوب، خیلی جالبه. فرمودن که ابو ایوب علیک بالیأس اما فی عید الناس فانه الغنا، کاری به کار این که مردم چی دارن نداشته باش. آدم بی‌نیاز تو زندگی کسی است که خودشو ببینه، نگاه نکنه که دیگران چی دارن، هر کی هر چی داره داره،
اصلا بی‌نیازی معناش همینه. این یک قنا بی‌نیازی این است که انسان نگاه نکنه که دیگران چی دارن، خب هر کی هر چی داره داره. این یک نصیحت. نصیحت دوم فرمود ایاک و طمع فانه الفقر الحاضر. طمع نداشته باش. انسان عالمو داشته باشه فقیره اگه طمع داشته باشه. یه تعبیری داره آقا حضرت کاظم علیه السلام به هشام میفرماد هشام اینقدر دنبال دنیا نباش، دستت به هر کجای دنیا برسه. میخواید ببینید این عین عبارت اول کافی، این روایتی که حضرت به هشام فرمودن، فرمود هشام دستت به هر کجای از مال دنیا برسه سبق که فاجرون الی، یه کسی جلوتر از تو به اونجا رسیده، جلوتر از تو به اونجا رسیده. ایاک و طمع فانه الفقر الحاضر. طمع نداشته باش، طمع فقر حاضره. این دوتا. نصیحت سوم فرمودن که وصل صلات مودع به صیغه اسم فاعل. هر وقت نماز میخونی فکر کنی نماز آخرته، شاید موفق نشدی نماز بعدو بخونی. این یه معنایی داره آقا. اولا آقا امام سجاد صلوات الله و سلام علیه حضرت باقر میفرماد پدرم هر وقت نماز میخوند اینطور نماز میخوند. این دوتا پیام داره. این یک پیام این است که خیلی امیدوار نباش تو زندگی تا کی هستی، شاید واقعا نماز نماز آخرت باشه. یه پیامشه. یه پیام دیگه ای داره این فرمایش، اون این است که نماز تو درست بخون، حدودش و شرایطش و موانعش رو بهش توجه داشته باش، چون انسان اگه بدونید نماز نماز آخرشه خوب دقت میکنه. این سه تا جمله. جمله چهارم واقعا جملات حکیمانه است. جمله چهارم فرمود که ابو ایوب ایاک و ما تعتذر من، تو زندگی همیشه کاری نکن که بعد عذرخواهی بکن. چطور میشه انسان کاری که انجام میده بعد عذرخواهی میکنه؟ معمولا کاری که روی تدبر، دقت، فکر نیست انجام میشه، بعد انسان پشیمون میشه که چرا این کار رو انجام داده، نسبت به دیگری عذرخواهی میکنه. خب نکن، از اول هر کاری که میخوای بکنی جوانبش رو در نظر بگیر، تبعاتش و محسناتش و خوبی ها و بدی هاشو در نظر بگیر، بعد اون کار رو انجام بده. ایاک و ما تعتذر من، این چهار جمله. و اما جمله پنجم فرمود احبب لاخیک ما تحب لنفسک، هر چی برای خودت میخوای همونو برای دیگران بخوا. آبروی خودتو میخوای آبروی دیگران بخوا، بدی خودتو نمیخوای بدی دیگران هم نخوا. اینم یه قانون کلی برای دیگران. این پنج موعظه اخلاقی از وجود مقدس پیغمبر اکرم به ابو ایوب انصاری. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، ای حسین. سرمنشأ معرفت حسین است، حسین پاینده به منزلت حسین است، حسین سوزنده خیشتن فروزنده نو، دارای چنین صفت حسین است، حسین.
من از شب شروع این جلسه یادم نمیاد روزه خود امام حسین رو خونده باشه. اجازه بده امشب روزه خود امام حسین رو بخونم. فوقف علیه السلام لیستریح ساعه وقد ضعف عن القتال إذ أتاه حجر فوقع في جبهته قلب داغ دیده، آتش بدن سوراخ سوراخ شده، فلک سنگی فکند از دست دشمن به پیشانی وجه الله احسن چو زد از کینان سنگ جفارم شکست آینه ایزد نمارا به دامان کرامت خواست آن شاه که خون از چهره بزناید به ناگاه دل روشن تر از خورشید روشن نمایان شد ز زیر ابر جوشن. آقا دامن رو بالا زد، خون پیشانی رو پاک کرد، سفیده سینه حسین نمایان شد، هر من تیری به قلب ابی عبدالله از اتاه و سهمان محدد و مسموم لهو سلاس شد. نمیدونم از نزدیک این تیر رو زدن، عبارت مقاتل اینه: فأخذ السهم و اخرجه من قفا. آقا دست برد و تیر رو از کمر بیرون ون بسدم و کلمیزاب خون مثل ناودان جاری شد. فوزع یده تحت الجور دست رو زیر خونه ها گرفت و به سمت آسمان پاشید. ثم وزع یده تحت الجور فلتخ بها رأسه و لحیته و قال ها کزا اکون اتا الغا جدی رسول. یه جمله دیگه: یا ابا عبدالله نزل جناح دگر تا به استقامت داشت، نه سید الشهدا بر قتال طاقت داشت، بلند مرتبه شاهیز صدر زین افتاد. اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد، فقال بسم الله و بالله و على ملت رسول. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. اللهم صل على محمد وآل محمد باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. يا الله 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 يا الله.
خدایا به حق امام حسین ما رو ببخش، ما رو حسینی بمیران، حشر و نشر ما رو با این بزرگواران قرار بده، این جمع رو حاجت روا بفرما، قلب مقدس آقا امام زمان رو از ما راضی کن، در فرج اون بزرگوار تعجیل کن، حسن عاقبت به ما مرحمت کن، جوانها و نوامیس ما رو حفظ کن، به حق محمد و آله.